سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام باز دوباره براتون پیده درست کنم، پیده گوشت چرخ کرده. گوشت چرخ کرده 250 گرم، جعفری 100 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 4 حبه، پودر تخم گشنیز نصف قاشق غذاخوری، نمک به میزان لازم، زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز از هر کدوم 1 قاشق چایخوری، شیر به میزان لازم، کره صبحانه 50 گرم، نمک 1 قاشق مربا خوری، مایع خمیر 1 قاشق مربا خوری، آرد 2 پیمانه 400 گرم. خب 2 پیمانه آرد معمولی رو الگ کردم. الان جدیدن آردهایی که من میخرم یه مقدار بدقلق در اومده، به همین دلیل من با شیر خمیر میکنم، یعنی با آبم میشه اما با شیر خمیر میکنم که یه مقداری نرمتر بشه خمیری که درست میکنم یا اون نونی که باهاش درست میکنم. حالا هرچی، از 250 میلی لیتر شیر یه مقداریشو اضافه کردم، مایه خمیر رو بهش اضافه میکنم. از شیر سرد استفاده کردم، اگر شیرتون گرم باشه خیلی بهتره، زودتر خمیرتون به عمل میاد. نمک رو اضافه میکنم. شیری که من الان ازش استفاده میکنم از مغازه عرب خریدم، خیلی شیر آبکی هستش. این شیر با آب هیچ فرقی نداره به اون صورت. یه مقدار از کره رو نگه میدارم. پنج دقیقه ورز میدم. یه مقدار آرد میریزم رو میز، خمیر رو میز ورز میدم. در کل 15 دقیقه من این خمیر رو ورزش دادم، 5 دقیقه داخل ظرف، 10 دقیقه رو میز. ببینید یه همچه خمیره به دست اومد. خب این خمیر رو میذارم داخل این کاسه، روش یه پلاستیک میکشم، نیم ساعت میذارم استراحت کنه. یه مقداری خیلی کم روغن مایه ریختم داخل ماهیتابه، در گوشت چرخ کرده رو روش میریزم. الان حرارت گاز رو کمش میکنم که آروم آروم گوشت چرخ کرده سرخ بشه. منم برم پیاز و سیر و سبزی رو خرد کنم.
پیاز رو اضافه میکنم، سیر رو اضافه میکنم، دوستانی که گوشت چرخ کرده یا به هر دلیل گوشت نمی خورن با سویا میشه همین کارو کرده. اگر که دوست داشتید سویا رو مثل همین گوشت چرخ کرده برای خودتون سرخ کنید و ادامه داستان. نمک و فلفل و زردچوبه و ادویه همه اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم و اضافه میکنم. در کل یک رفت من این گوشت چرخ کرده و پیاز رو با مخلفاتش سرخ کردم. الان دیگه از رو حرارت برش میدارم، یه جا میذارم که کاملا خنک بشه. جعفری ها رو شستم، گذاشتم کاملا آبش گرفته شده و الان خوردش میکنم. از گشنیز هم میتونید داخل این غذاتون استفاده کنید. یه مقداری کم نصف این کره رو بهش اضافه میکنم. خب دیگه میذارم خنک بشه. خب اینم خمیرم بر اومده. از 250 میلی لیتر شیر 50 میلی لیترش باقی موند که من استفاده نکردم. چهار تا دونه شد، چهار تا رو میکنمش هشت. ده دقیقه میذارم استراحت کنه. اینم بعد از 10 دقیقه یه مقدار آرد میریزم رو میز کارم و خمیرا رو باهاش باز میکنم. خب در این حد که پهنش کردم از این موادی که آماده کردم میریزم خمیر بعدی رو روش برگردونش میکنم. خب حالا لبه ها رو اینطوری تا میزنم به این شکل. Thank you.
خب اینو یه پارچه تمیز روش میندازم، میذارم 20 دقیقه دیگه استراحت کنم. خب اینم بعد از 20 دقیقه استراحت که بهش دادم، یک عدد زرده تخم مرغ و با یه مقدار خیلی کم کره‌ای که مونده بود، با یه قاشق غذاخوری شیر، هر سه تا رو مخلوط کردم و براش میکنم رو این نونا. فرو من طبق معمول 10 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. زمانی که این نونا رو میبرم میذارم طبقه وسط فر، درجه فر رو میارم رو 200، مدت پختشون 15 دقیقه هستش، میبرم که بذارم طبقه وسط فر. خب بعد از اینکه از فر آوردم بیرون، یه مقدار کره روشون میمالم. یه پارچه تمیز روش میندازم، میذارم 10 دقیقه بمونه. دوستان نازنینم، پیده گوشت چرخ کرده آماده شد. بفرمایید نوش جان. بهتون پیشنهاد میکنم حتما برای خودتون درست کنید، خیلی خوشمزه است. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.